شهید کرمانی هستیم. سال قبل تو این مهمونی شرکت کردیم، اما شرکت کردن یه قصه داشت. ما ثبت نام نکرده بودیم، اما در واقع ثبت نام شدیم. دعوت شدیم به این مهمونی. تماس گرفتیم با خانواده، چون در واقع مکر ما خانوادگی هستش. با دوست و آشنا هممون یا علی گفتیم، هر کسی یه گوشه کار رو گرفت. نیت می‌کنیم هر چی که داریم و در توانمون هست برای حضرت علی خرج می‌کنیم. ما می‌ریم جلو، اما اگر کسی اومد که چه بهتر، اگر نه من ناراحت نمی‌شیم. یکی موشت آوردی، که قابلمه آوردی، که ملاقه آورد، یکی چرخ و فلک هماهنگ کرد، یکی رفت برای خرید شکلات و درواشک با همون 2 میلیونی که داشتیم. یکی طرح و ایده داد که ما با این 2 میلیون چه کاری می‌تونیم انجام بدیم که هم به بچه‌ها خوش بگذره هم مؤثر باشه. کودکان وارد مکرمه ما میشن، چه یه خاله قصه گو میرن، خاله یه قصه در مورد حضرت امیر براشون میگه. بعد از اون با حضرت امیر بیعت میکنن. اونجا قسمت هیجان انگیزی که بچه‌ها خیلی دوست دارن بیعت کردن. اون یا علی که میگن هم خودشون خیلی ذوق پیدا میکنن، هم خیلی ما انرژی میگیریم، خستگی از تنمون بیرون میره. بعد میام پیش یه خاله سادات، اونجا ما یه دیگ داریم، یه قابلمه‌ای داریم، نزدی توش بچه‌ها درست میکنن که یکی از آداب قدیر هستش. نزدی رو میگیرن برای پدر مادرشون میبرن و خاله سادات عیدی بهشون بلیت چرخ و فلک میده و بچه‌ها میرن سوار چرخ و فلک میشن. عقیدمون این هستش که اگر قراره هدیه‌ای به شیعیان علی داده بشه، هدیه باشه که هم محتوا داشته باشه و هم زیبایی داشته باشه. هدیه‌ای که امسال آوردیم سعی کردیم این دوتا ویژگی رو داشته باشه که هم بچه‌ها رو خوشحال کنه، هم ما در مسیری که می‌خوایم طی کنیم کمک می‌کنه. خواست مهمونی قدیر اینه که همه مردم از هر قشری توی مهمونی شرکت میکنه. یک جشن همگانی برای ولایت رسیدن امیرالمومنین. همه یک شکل میشن، یک رنگ میشن و همه شادی میکنن برای حضرت علی. از پارسال ما روز شماری میکردیم که کی عید قدیر میشه، دوباره بیایم توی این جشن و بتونیم خدمت کنیم به بچه‌ها، چون حوزه فعالیت ما کودک و نوجوان هستش. الحمدلله خدا شد امسال هم توفیق پیدا کردیم، اومدیم با همون وسایل پارسال، با همون مکعب قابلمه، با همون دوستایی که خالصانه اومدن دارن کار میکنن و میخوایم به کودک و نوجوان از شیعیان حضرت امیرالمومنین خدمت بکنیم. با علی همیشه حالمون خوبه. یا علی.